الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و بزرگ و مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف نهم سلام روزتان بخیر امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و روزگارتان به خوبی و خوشی سپری شود خوب عزیزان درس گذشته تان خوب خواندید انشالله که خوب خوب درس گذشته را خواندید و یاد گرفتید مانند جلسه های گذشته ابتدا ما بریم درس گذشته را با یکدیگر یک ارزیابی یک داشته باشیم تا در قالب این ارزیابی نکات مهم ما و شما درس گذشته را یک مرور کنیم آماده بشیم که ادامه مطالب سیستم عصبی را ما شما یاد بگیریم خب شاگردای خوب سوالات امروز که برای شما آماده کردیم از نوع سوالات تشریحی هست سوال اول مهمترین و پیچیدهترین سیستم بدن چه نام دارد مهمترین و پیچیدهترین جلسه گذشته گفتیم که سیستم عصبی آفرین به شاگردایی که درس خوب خواندن سوال دوم نیورون چیست شاگردهای صنف نهم حالا دیگه شما باید نورون یا نیورون و نفرون خوب بشناسین نفرون سلول ها یا همه حجرات گرده های ما و شما بود اما نیورون ها حجرات سیستم عصبی ما و شما هست سوال سوم انواع نیورون ها را نام ببرید خب یادتان میاد در جلسه گذشته گفتیم چند نوع نیورون داریم؟ آفرین به شاگردایی که گفتن سه نوع نیورون حسی، نیورون حرکتی و نیورون رابط خب سوال بعدی سیناپس چیست؟ او شاگردی که درس گذشته را خوب خوب خوانده میدانه که نیورون ها کاملا به یک دیگه چسبیده نیستند بلکه یک فضا یا فاصله یا اندکی بین اونها وجود داره به نام سیناپس که این فاصله محل انتقال پیام عصبی از یک نیورون به نیورون بعدی هست. سوال بعدی جسم حجروی چیست؟ اجزای نیورون به خاطر دارید؟ آفرین ما گفتیم که نیورون ها دارای یک بخش مهم هست به نام جسم حجروی که هسته و پلاسم نیورون ها در این بخش قرار دارد. و مرکزی بسیار مهمی هست چون دارای هسته است و هسته است که فعالیت های نیورون ها را تنظیم می خب شاگرد خوب در جلسه گذشته با ویژگی های حجرات عصبی یا نیورون آشنا شدیم. انواع نیورون ها را هم ما و شما شناختیم اجزایش یاد گرفتیم و کار هر کدام هم خوب فهمیدیم حالا میخوایم بریم ببینیم که سیستم عصبی ما و شما که مهمترین و پیچیده سیستم بدن است از چه بخش ها تشکیل شده و هر کدام از اونها چه کارهایی را انجام میدن سیستم عصبی ما و شما از میلیون ها نیورون ساخته شده اصلا کار سیستم عصبی چیه؟ سیستم عصبی اطلاعات محیط را میگیره به وسیله اعصاب دریافت میکنه اطلاعات محیط را ای اطلاعات جمع آوری میکنه اینا را هماهنگ میکنه و به مراکز عصبی مغز و نخا که انشالله آشنا میشیم انتقال میده و پاسخ این مراکز به اندام های هدف بر میگردانه. به اصطلاح هماهنگی تشخیص و تعبیر تعبیر محرک های محیطی به عهده سیستم عصبی هست اما سیستم عصبی از چه بخش های درست شده خود سیستم عصبی دو بخش دارد سیستم اعصاب مرکزی و سیستم عصبی محیطی در شکلی که د این اسلاید ما برای شما تهیه کردم اگر ما بخوایم همین دو قسمت مغز یا همین دو بخش سیستم عصبی را نشان بدیم این قسمتی که بالا هست خود مغزه و این نخای شکی هر دو تای از اینا مربوط به اعصاب مرکزی میشه و این رشته ها و عصب هایی که هم از نخا و هم از مغز خارج میشه اینها دستگاه عصبی محیطی نام داره پس دستگاه عصبی ما دو بخش شد اعصاب مرکزی و اعصاب محیطی حالا میخوایم ببینیم که این اعصاب مرکزی و اعصاب محیطی هر کدام چه کارهایی را انجام میده اعصاب مرکزی مرکز نظارت بر اعمال حیاتی بدن هست یعنی چی؟ یعنی اطلاعات دریافت شده از محیط بیرون و داخل بدن تشخیص میده این اطلاعات را ای در اختیار سیستم عصبی در بخش اعصاب مرکزی کی قرار میده؟ آفرین اعصاب محیطی اطلاعات از محیط میگیره و در اختیار اعصاب مرکزی قرار میده و اعصاب مرکزی اونا را تشخیص میده یا به عبارتی به اونها پاسخ میده خب این اعصاب مرکزی خودش شامل دو بخش هست بخشش به نام مغز و دیگری به نام نخای شکی حالا هر کدام از این قسمت ها چه کارهایی را برای ما و شما انجام میده قبل از اینکه ما وظایف مغز و نخای شکی را بگیم یک باری دیگه موقعیت اینا را در پای تخته برای شما نشان میدیم پس سیستم عصبی شامل دو بخش است اعصاب مرکزی و اعصاب محیطی خب اعصاب مرکزی شامل دو قسمت میشه شامل مغز و نخا و اعصاب محیطی شامل اعصاب نخایی یا اعصاب نخایی شوکی و اعصاب مغزی خب حالا انشالله کم کم این شما یاد میگیرین که دوازده جفت عصب از مغز انسان خارج میشه و سی و یک جفت عصب از نخا اعصاب مرکزی و خود مغز هم شامل چند شاخه میشه شامل مخ شامل مخچه و ساقه مغز خب شاگردای خوب دقت داشته باشید که در کتابهای شما مخ به نام دماغ اکبر یاد میشه دماغ به معنای مغز هست و اکبر یعنی بزرگ و مخچه به نام دماغ اسقر و ساقه مغز را باز میخوانیم که یک بخشی به نام بسل نخا داره خب اعصاب مرکزی و اعصاب محیطی اگه این سمت پیش روی یک نفر در نظر بگیریم به این شکل خواد بود این بخش بالا مخ است. یا دماغ اکبر و ای به پشت سر یا پس سر به نام مخچه و ای قسمت ساقه مغز است ساقه مغز ای طرف پیش رو هست ای را جلو و ای را عقب یک فرد در نظر بگیریم خب ادامه ساقه مغز میشن نخای شوکی میشن نخای شوکی خب این نخای شوکی در دا داخل مهره های کمر ما و شما ستون فقراتمون قرار داره ستون فقرات و خود این اعصاب مرکزی ما و شما به داخل جمجمه قرار داره خب ای از موقعیت بخش های مختلف مغز پس سیستم عصب مرکزی شامل مغز و شو که خود مغز باز در سق بخش تقسیم میشه بخشی به نام مخ مخچه و ساقه مغز است حالا هر کدام از اینا را جزئیاتش هم میخوانیم که محل انجام چه نوع فعالیت هایی در بدن ما و شما هست خب شاگردای خوب در این اسلاید میبینیم که بخش های مختلف مخه به صورت رنگ های متفاوت برای شما کشیده این به دلیل از این هست که هر کدام از این موقع ازیه بخش های مخ وظایف خاص خود داره و این قسمت پایینش هم که مخچه است و این قسمت ساقی مغزه و این قسمت بزرگ و برآمده هم مخ نام داره خب مرکز دریافت و تفسیر اطلاعات بدن است یعنی خود مغز میگه به طور کلی محل تحلیل افکار، عواطف، احساس، حافظه و کنترل فعالیت های حیاتی بدن. یعنی هر چیزی که ما و شما نیاز به تفکر و فکر کردن و استدلال داره من جمله مثلا یادگیری یا درس هم مربوط به مغز میشه هم احساسات و عواطف ما و شما هم در قسمت مغز هست یعنی در سیستم عصب مرکزی قرار داره محل دریافت اطلاعاتش و فعالیت های حیاتی بدن هم کنترلش مربوط به مغز هست خب حالا ما و شما میخوایم ببینیم که در داخل مخ، مخچه و بسلون یا ساقه مغز ای بخش ها هر کدام باز تقسیمات بین خودشان داره که هر فعالیت بدن ما و شما در کدام قسمت انجام میشه منتها یک چیز فراموش نکنین که در ابتدایی که نوزاد انسان به دنیا میایه فاصله بین همی بخش های مخ اینها استخوان های جمجمه یک درز هایی داره که در همه جا کاملا به همدیگه نرسیده بلکه در قسمت پیشانی و در قسمت پس سر هنوز این فاصله وجود داره به دلیل از اینکه اگر لبه های استخوان جمجمه به یک دیگر جوش بخوره و ثابت شوه دیگه مغز انسان رشد نمی کنه. جای کافی برای رشد نداره به همین خاطر هست که جمجمه یک استخوان یک پارچه نیست تکه تکه است که برای رشد مغز در اوائل دوران زندگی هست خب زمانی که ما موخ نگاه می کنیم همین ابتدا یک مثالی را من برای شما بزنم که موخ انسان مانند یک چهار مغز یا گردو هست همو قسمت سخت چهار مغز باشد استخوان جمجمه و مغز خود گردو یا چهار مغز شما ما و شما همون موخه تشبیه کنیم شما در سطح بر روی همین مغز گردو یا چهار مغز دیدید که یک چین و چروکایی داره یک چین و هایی را داره یک پوست خیلی نازکی بر روی اونا چسبیده است چون مغز خود مخ سفید رنگ است اما او پوسته نازکی که برای او چسبیده یک رنگ تیره تری را داره خب این چین خوردگی های زیاد در سطح مخ به دلیل ازی هست که وسعت مخ زیاده ای مساحت مخ زیاد هست و زمانی که مخ به داخل استخوان کوچک جمجمه قرار بگیره باید چین بخوره مانند امعا که کوچک ما و شما 6 تا 6.5 متر طول داره و اگه زمانی میخواد داخل حفره بطن یا شکم قرار بگیره باید پیچو تاب بخوره تا خوب در اونجا جا شوه حالا مخ ما و شما هم دارای چین خوردگی های زیادیه به دلیل وسعت خب فرو هایی را هم ما بر روی این بخش های مخ میبینیم یک فرو بسیار عمیقی از قسمت پیشانی تا پشت سر وجود داره که این فرو رفتگی عمیق باعث شده مخ ما و شما به دو نیم کره تقسیم شوه باز هم همو چهار مغز اگه مثال بزنیم مغزش که شما بیرون بیارید پوستشو بشکنید و مغز بیارید میبینید که دو قسمت به هم چسبیده است و براحتی این مغز نصف میشه مغز همین گردو یا چهار مغز حالا مخ هم به همین صورت است دارای دو تا نیم کره نیم کره سمت راست و نیم کره سمت چپ هست مخ سه کار بسیار بسیار مهم داره مرکز حافظه ادراک و یادگیری هست خب ما و شما حافظه و یادگیری و ادراک ما در طول زندگی جزء بخش های حیاتی و مهم هست چیزی را یاد میگیریم از چیز ناراحت میشیم از چیز خوشحال میشیم یک چیزی را به خاطر میسپاریم او را حفظ میکنیم مجددا او را به یاد میاریم اینها همه مربوط به بخش مخ هست خب مخ بزرگترین بخش مغز هم به حساب می آید خب اما نیمکره های مخ چگونه بدن ما و شما را کنترل می کنه تصویر به یک پیامی که برای شما داره بسیار جالب است و ایره حتما حتما برای همیشه به خاطرتان بسپارید که ایره دیگه هیچ وقت هیچ وقت فراموش نکنیم نیمکره راست مغز شما محل کارهای هنریه یعنی ما و شما در نیمکره سمت راست خودمون چیزهای مربوط به هنر، موسیقی، نقاشی، عواطف و احساسات هست و نیمکره سمت چپ ما و شما یادگیری، استدلال، منطق و حافظه ما و شما مربوط به نیمکره سمت چپ مخ میشه اما این نیمکره ها غیر از این چیزهایی که ما گفتیم بدن ما و شما رو هم گفتیم که فعالیت های حیاتی بدن کنترل میکنه اینها چگونه فعالیت های حیاتی بدن کنترل میکنه یک موضوع جالب هست که شما فراموش نکنین که نیمکره های مخ ما و شما برعکس یک دیگه کار میکنه یعنی نیمکره سمت راست ما نیمه چپ بدنه کنترل میکنه و نیمکره سمت چپ سمت راست بدنه در تحت کنترل خودش داره ها این به چه درد به ما و به درد ما و شما چی به چه دردی ما یک زمانی که اگه خدای ناخواسته یک بیماری یک شخصی مثلا دچار سکته مغزی شوه و دست چپ یا پای چپش فلچ بشه یا فلج شه و دیگه هیچ حسی نداشته باشه این نیمکره سمت راست آسیب دیده و زمانی که در نیمه راست بدن کدام مشکل پیش بیایه یعنی نیمکره سمت چپ دچار مشکل شده پس کنترل سمت چپ و راست بدن ما و شما در قسمت مخ که میرسه برعکس یکدیگره اما این چرا برای ما و شما یا به عبارتی برای بیولوژی دانا چرا اهمیت داره؟ اگر ما و شما از یک نیمکره مغز ما بیشتر استفاده بکنیم باعث میشه که او قسمت دیگری از نیمکره مغز ما و شما به همون حالت باقی بمانه. به همین خاطر هست کسانی که سنشان بالا میره و دچار بیماری های نظیر آلزایمر یا فراموشی میشه گفته میشه اینا اکثرا از یک قسمت از مغزشان بیشتر استفاده کردن بنابراین ما و شما به خاطر جلوگیری از که در آینده به همین مشکلات دوچار شویم بهتر هست که یک سری راههایی را یاد بگیریم مثلا تلاش کنیم گاهی وقتا با دست چپ نوشته کنیم چون با این کار کسانی که راست دست هستند همیشه با دست راست می نیسه سعی کنه گاهی با دست چپ نوشته کنه چون نیمکره راست مغزشان فعال کنه یا کسانی که چپ دست هستند تلاش کنه که گاهی اوقات با دست راست هم نوشته کنن یا رنگامیزی کنن فعالیت های دست خود به کار بگیرن تا سمت مخالف نیمکره مغزشان فعال شود یا ای که راهی که هر روز ما و شما به مکتب میریم یا به محل کار میریم این راه باید تغییر بدیم همیشه از یک مسیر نریم این به خاطر از این میشه که مغز ما فعال میشه دنبال راه های جدید هست او راه را میخواه به خاطر بسپاره به ذهن ما بسپاره که ما او راه یاد بگیریم و فراموش نکنیم گاهی وقتا شما اطفال دیدین که در یک جایی که دارن راه میرن برعکس راه یا به اصطلاح ما و شما لورس می آید خب این برعکس رفتن یا به جایی که قدم به پیش بگذارن قدم به عقب گذاشتن هم کمک میکنه به فعال شدن نیمکره های مغز که این فعالیتی که در نیمکره های مغز به وجود می آید این نیمکره یک نیمکره را از او حالت خاموشی و از حالت استراحت بیرون می با کارهای خلاف واقع یعنی با کارهایی که ما عادت به انجام اونها نداریم ما اونا را اگر انجام بدیم مغز خودمان را درگیر میکنیم و اون نیمکره دیگر هم فعال میکنیم حالا در امروزه یک روش از آموزش ریاضی هم رایج شده ریاضی با چرتکه یا سی مس هست که دانش آموزان با دست خودشان بر روی مهره های چرتکه با هر دو دست یعنی هم دست راست و هم دست چپ این مهره ها را جابجا جا میکنه و با ذهن خودشان این اعداد از یکدیگر کم میکنه یا اینا را با یکدیگر جمع میکنه این باعث میشه که هم نیمکره چپ اینا در حال فعالیت و یادگیری باشه و هم نیم راست و بخشایی که کمتر کار میکنه خب انشالله که امروز مطالب جالب و زیبایی را یاد گرفته باشید همه شما شاگردهای خوبه و خدای بزرگ و مهربان میسپارم تا جلسه بعدی خدایا رو نگهدار شما